درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید عباس ایروانی به 65 سال زندان و رد مال محکوم شد و به زندان انتقال یافت وحید اشتری نوشته کاش به این بهانه رسانه ها وقت بذارن و قدری ارتباطش با همسر قالیباف در خیریه امام رضا رو کنکاش کنند. از همه مهمتر موضوع ورود سازمان بازرسی به تخلفات واگذاری عراضی چیتگر توسط قالیباف به ایشانه پاستر وحید اشتری میگه به نظرم سه تا پروژه مسئله دار اصلی در واگذاری عراضی منطقه 22 که هر سه به عنوان تخلفات محوری شهرداری تهران در زمان قالیباف منجر به ورود سازمان بازرسی شد یکی ایران مال علی انصاری بود و یکی هزار و یک شهر عباس ایروانی و یکی پروژه بیمارستان همسر قالیباف که در هزار و یک شب قریب 140 هکتار زمین منطقه 22 رو با قیمت حدوداً متری 150 هزار تومن به عباس ایروانی عضو اصلی خیریه همسر قالیباف واگذار کردند. اسمش رو هم گذاشتم بزرگترین مجتمع گردشگری خاورمیانه. بعدها سازمان بازرسی به این افتضاح ورود کرد و شد آنچه که شد در ادامه پاسدار وحید اشتری میگه افسوس اینکه این, این افتضاحات سالها تحت حمایت برخی نهادهای امنیتی و با سکوت رسانه های ارگانی در شهرداری تهران انجام شد و هیچ وقت واکاوی نشد و از همه بدتر اینکه این همه توضیح رانت و فساد و زد و بند به عنوان سوابق مدیریت جهادی و الگوی مدیریت شهری برای مردم ایران فاکتور شد. ببینید دوستان این آقا به تنهایی یکی از عاملین شرایط موجود کشورمون در حوزه خودروهای بیکیفیت یعنی زیان فاجعه بار خودروسازان و مصرف ناتراز بنزین در کشور اما نکته قابل توجه اینجاست که هر جا نامی از افتضاح است نام قالیباف میدرخشه حالا بیایم ببینیم پشت پرده دستگیری عباس ایروانی و شرکت اوزام چی بوده چند سال پیش عباس ایروانی برای ساخت کلینیک مغز و اعصاب مجید سمیعی در تهران زمین رو در منطقه 22 به مبلغ 11 میلیارد تومن از شهرداری تهران خرید و به نام مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا میکنه که همان مؤسسه خیریه معروف همسر قالیبافه از دیگر فعالیت های ای روانی ایجاد پروژه تفریحی 1001 شهر پارک آبی کیش و غیره است. ایروانی در خصوص هاش نوشته که نیت این جانب در انجام تمام این امور رضایت و خدا و خدمت به خلق همراه با کسب روزی حلال بوده. البته این نیت ایروانی و فعالیت های خیریه او مانع به جریان افتادن پروندش نشد. حالا در اسفند 1402 وزارت اطلاعات بیانیه ای داده و خبر از بازداشت این متهم فراری داده اما واقعیت اینجاست که در تمام مدت این شش ماهه که برای عباس ایروانی احزاریه و حکم جلب ارسال شده او نه فراری و متباری بوده و نه مخفی هر روز به محل کارش میرفته و شبان نماز رو گاهی در مسجد امام حسن خیابان شریعتی تهران و حتی گاهی در دفتر خامنه ای میخنده عباسه روانی شاید نابغه اقتصادی باشه اما شامه قوی خوبی نداره که اگر داشت میفهمید نظر مشتبا خامنه ای چند وقتیه که از محمد باقر برگشته مشتبا خامنه ای بیش از همه فهمید که محمد باقر باختاش زیاد شده مشتبا اهل شرط بندی روی اسب بازنده نیست و چه بسا در یکی از همان نمازهای جماعت مغرب به ایروانی گفته که بی خیال محمد باقر بشه اما عباس همبازی خودش رو رها نکرد و هزینه های فعالیت تبلیغاتی ستاد قالیباف رو داد و همین گاف از او یک متهم متواری می و شبانه سربازان گمنام امام زمان به خانش میرن و با دستبندی به اون میفهمانند که خلاف فرمان عمل کردن عقوبت داره بعد شبهات مردم رفت بشه و اگر مسئله اتفاق افتاده طبق قانون برخورد بشه با هر کسی که سلامت انتخابات رو زیر سوال برده و مشکلی ایجاد کرده عبدالرزا داوری هم توییت زده و به سیم آخر زده و گفته آیا قالیباف نفر اول تهرانه نوشته طی روزهای اخیر از چند منبع مطلع شنیده که در شمارش آرای تهران آن بخش از آرای محمد باقر غالیباف که خارج از لیست شانا در تعداد زیادی برگه متفاوت با لیست ها بوده در شمارش لحاظ نشده راه حل شفافیت این مسئله باز شماری صد صندوق به صورت تصادفیه با و رئیس ما مردمیم استخدامش میکنیم که برامون کار کنه آقا و رهبر و شاه و, و عالی جناب و هست آقا و و هستاقا آقا همش یه سبکه اینا رو بیبیز دور ما نوکر میخوایم مهره های جدید فرقه جنون برای حمله به پهلوی آماده شدند همانطور که میدونید هفته پیش شیوا امینی بود و امروز وفا پیرویان لامسبا تا نفر قبلی فراموش میشه سری یک نفر جدید وارد می‌کنند. یک بلاگر اینستاگرام که چند روز پیش به اینترنشنال دعوت شده بود حمله به پهلوی رو شروع کرده این بلاگر در حرفاش هی تکرار میکنه که محمد رضا شاه گفته هر کی نمیخواد 20 تومن بهش بدید بره و دیکتاتور بوده شاه ما هیچ وقت چنین حرفی نزده استفاده از بلاگرها کار و شیوه جمهوری اسلامی بوده داستان اما اونجا جالب میشه که خودش در کشور پادشاهی کانادا داره آزادانه زندگی میکنه و میگه کسی که پادشاهی خواهستش به دنبال آقا بالا سره و هیچ چیز از دموکراسی نمیفهمه سلام بدونی مش رعی بدیم بیاد چهار سال پادویی و نوکری و تو سری خوری بکشه بعد اگه خوب خواهیم که چهار سال دیگه بیاد باشه یه توفی هم بندازیم روش اگرم تموم شد میر گم میشه یکی دیگه میاد نوکری و بکنه متوجه آیا میدونستید که رضا شاه دوم با پادشاه بلژیک و همسرش ملاقات داشته یادمه که بشیر تانش میگفت مسوم علی نجات به دریا صفا مرتب زنگ میزد و میگفت جون مادر یک برنامه بذار بیام پارلمان بلژیک حرف بزنم حالا بهتر دلیل فشار خوردن فرقه جنون رو متوجه میشید که از این دیدار رضاشاه ما به چه جلز و ولزی افتادن پادشاهان و شاهزاده های دنیا شاه ما رو قبول دارن و اون وقت اده نادان به دنبال جمهوری و اصلاحاتن واقعا از این جماعت خرتر آیا در دنیا سراغ دارید؟ در مجلس دوازدهم باید خوبی ها جهتگیری های درست مجلس یازدهم رو ادامه بدیم و جان کلامین که برای رسیدن به پادشاهی نیاز به پارلمانی نوینه تا در گذاری قانونی و بازگشت پرچم شیر و خورشید و بازگشت پادشاهی پهلوی رو به ایران تصویب کنه. ایران ما تاریخ داره. روزی که جمهوری توسط بنیانگذارانش فرو می پاشه، نباید فراموش کنیم که پسا حمله تصویه رو در پیش داریم. به یاد بیارید ویدئویی که در مورد جمهوری انگلستان براتون منتشر کردم که دخالت سیاسی در اسکاتلند و ایرلند مقدمه ای بود بر فرو فروپاشی جمهوری انگلستان مداخله نظامی مانک انتخابات پارلمانی نوین رو میسر ساخت و رأی به بازگشت پادشاهی داد بازگشت پرچم و اتحاد در می 1660 که شاه چارز دوم در لندن تاج گذاری کرد و آنچه ایران ما نیاز داره پادشاهیه و به یک نکته هم در انتها اشاره کنم که احتمالا رضاشاه دوم قرار در رقابت با شاهزاده یا پرنسس ثابتی و یا شاهزاده قاجاری و بختیاری و رفسنجانی قرار بگیره اینجوری گلوبالیستا میخوان ما ملت ایران نمیخوایم ببینید که دوست خامنه ای رو بردن کانادا برای کار در اینترنشنال اپلای کرده حتی خبر رسیده که بودجه زدن قالیباف فقط در اینترنشنال نزدیک به یک میلیون دلار طی سی روز بوده پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.